سلام اسم من هوتنه به کانال من خوش اومدید امروز میخوام در مورد فیلم تاموجری صحبت کنم فکر کنم کمتر کسی که کارتون تاموجری رو ندیده باشه خاطر همین همه ما اشتیاق داریم که این فیلم رو ببینیم علا رقم این اینکه خب نتونسته خیلی نظرات مثبتی رو جلب کنه 80 سال از عمر تاموجری میگذره و همین مناسبت تیم استوری کارگردان معروف آمریکایی که چار فنگیز و ساخته تصمیم میگیره که کارتون رو به صورت فیلم سینمایی لایو اکشن بسازه خب قاعدتا همه دوست دارن که ببینن این فیلم چون خب ما همهمون میتونیم بگیم خاطره داریم و یه جوری دیدن این فیلم تجدید اون خاطره است. اما این اولین بار نیستش که فیلم سینمایی از یه کارتون ساخته شده سال 1992 فیلمی از تاموجری ساخته میشه که برای اولین و آخرین بار تام و جری حرف میزنن تو فیلم که خب با توجه به پیشینه که ما داشتیم از کارتون اصلا نتونست جلب توجه کنه و خب همه نظرات منفی داشتن یه جور ساختن این کارتون ها و دقیق فیلم ها خیلی سخته به خاطر اینکه ما هممون یک به پس زمینه ای داریم از این کارتون و اگه بخوایم چیزی جدید اضافه کنیم یا حالا حتی بخوایم یک داستانی رو بخوایم تکرار کنیم و اون رو به صورت حالا انیمیشن های دیگه بسازیم خب به اون جذاب نیست چون ما دقیقا یک سری ورژن های رو دیدیم از تام وجری از این تعقیب و گریز های معروفشون که شاید دیگه تکرار نشدنی باشن به خاطر همین اصلا رفتن سمت این به نظر من ساخت این فیلم شاید کلا ایده جالبی نباشه اساسا تام مشهورن به اینکه خب همش دنبال همن سر به سر هم میذارن و همدیگر رو اذیت میکنن و از المانهایی توی داستان استفاده میکنن که حالا همدیگر رو بکوبن و خب ما لذت میبریم وقتی دو نفر در واقع دارن دعوا میگیرن ما داریم لذت میبریم حالا به صورت خیلی کمدی و فانتزی کلا میتونم بگم بیس در اون مایه تام دقیقا اون اصل داستان تاموجری رو این فیلم نداره اون سر به سر گذاشتن هم دیگه شوخیایی که با هم میکنن حالا یه موقعی که جدی میشن هیچ کدوم از اینا رو نداره یا خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده و بیشتر سعی کرده که به داستان فیلم بپردازه خب همین باعث میشه ما رو دور کنه از اون اصل داستان که گفتم ما میخوایم جری رو ببینیم و به همین دلیل بازخورده خیلی منفی خورده داستان فیلم در مورد برگزاری یه عروسی خیلی مهم توی یه هتل مجلل تو نیویورک که شخصیت اصلی فیلم به نام کایلا تام رو یا همون گربه رو استخدام میکنه تا از شر یه موش به نام جری خلاص بشن اول فیلم نشون داده میشه که این دوتا وارد شهر نیویورک شدن خب شهر مدرن و پرسر و صداست و به صورت کاملا تصادفی یه جورایی این دوتا درگیری داستانی میشن که کل ماجرا و فیلمو رقم میزنه و اصلا شخصیت دیگه ای که وارد داستان میشه که حالا یک رقیبی هست برای این دختر به شخصیت اول و خب ما اصلا حواسمون جای دیگه میره و همین باعث میشه اصلا کاملا کسل کننده بشه و واقعا حسلمون سر بره مورد دیگه ای که خیلی تو فیلم دیده میشه خب همونجور که از جانر فیلمم مشخصه به حال این فیلم کمدی هستش به خاطر همین چون بیشتر ما شخصیت های انسانی رو داریم میبینیم مدام شوخی و جوک رو داریم میشنویم که بعضا اصلا جذاب نیست و چون اصلا ما انتظار چنین چیز رو نداریم از فیلم که حالا شخصیت ها با هم جوک بگن و بخندن حالا علا رقم شخصیت اول فیلم که کایلا که خانم مورتس بازی میکنه دیگه بقیه چیزها خیلی چیز خاصی نیست که بخواد ما رو جعب کنه یا مثلا محو این جوک و شوخی‌ها بشیم یکی از سکانس های مهم فیلم که حالا ما رو به وجه میاره وقتی که تام پرواز میکنه از یک ساختمون دیگه ای و می‌خواد وارد هتل بشه از طریق یک پنجره که لبش به جری واسطه اونجا خب می‌بینیم که تام لباس بتمن رو پوشیده صحنه خیلی جالبی درست میکنه و خب ما رو یاد همون ورژن قدیمی تام جری شاید چیزی که ما واقعا توی این فیلم دنبالش بودیم همین سکانس های این چنینی بود وقتی خب دستش رو میذاره مثلا زیر پنجره جری اون پنجره رو میکشه پایین و دستش مثلا باد میکنه و میفته دقیقا همون نوستالژی های قدیمی تام اینجا اتفاق میفته در آخر باید بگم که خب شاید برای ما که قبلا خب کارتون تام رو دیدیم و خب بالا سنمون کم بالاتره فیلم بر ما اصلا جذاب نباشه ولی قطعا برای بچه ها جذابه چون اونا توی دنیای دیگه دارن سیر میکنن و قطعا میبینن و لذت میبرند ولی در کل میتونم بگم بر ماها ها یعنی افراد بزرگ سال فیلم یکم خسته کننده است و کسل کننده است ولی ارزشش رو داره به نظرم چون به هر حال ما رو یاد گذشته میندازه خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید حتما نظرتون رو بر من بنویسید من میخونم متشکر از شما خدا نگهدار